بدرود بینندگان ارجمند، برنامه رابطه است. منظور شما وابسته به سال 2024 اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی، امروز ما به برنامه دعوت نموده ایم کارمندان پروکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان. ماهیت سال 2024 اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ چطوری که به همگان معلوم است، اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 28 دکبر سال 2023 هنگامی در پیام نوبتی خود به مجلس عالی کشور به مناسبت 30 سالگرد روزی قبول کنسوسی جمهوری تاجیکستان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان نمودند. همزمان در همین پیام ابراز نمودند که عملی نمودن معیارهای قانون به ما امکان داد که پایه‌های استواری جامعه و دولت را سازمان دهیم، صلح و ثبات را تحکیم بخشیم، رشد استواری اقتصادی کشور را تامین و برای هر یک شهروند مملکت شرایط زندگی ارزنده را مهیا سازیم. بلند برداشتن معرفت حقوقی اعضای جامعه در ضمیر هر یک شهروند، پروردن حس مسئولیت برای پیشرفت کشور، احترام عمیق به ارزش‌های فرهنگی و ذهنی ملت، شناخت و ارزش‌گذاری و رعایت حقوق انسان شرط اصلی و حتمی دولتی دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه میباشد. نقش معرفت حقوقی در تامین قانونیت و ترتیبات حقوقی چگونه است؟ پیش از اون که ما در دایره معرفت حقوقی سخن داشته باشیم، باید از مفهوم خودی معرفت حقوقی، یعنی معرفت حقوقی چیست، باید باخبر باشیم. البته اوید به مفهوم معرفت حقوقی علمان ساحه حقوق شناسی اندیشه های خود را یعنی با نگاه خود بیان کردن که آنها گوناگون می باشد. امروز با در نظر داشتی اندیشه های علمان ساحه حقوق، ما می توانیم مفهوم معرفت حقوقی را در تعلیم و تربیه حقوقی شهروندان یعنی معنی داد کنیم. ما از اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی نیز خود یک در بین یعنی جامعه پهن کردن دانش های حقوقی یعنی روانه کرده شده است. البته نقش معرفت حقوقی در تامین ولایت قانون، تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی یعنی سهم به نهایت کلان دارد. قبول یعنی اعلان گردیدن خود همین سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی از جانب محترم رهبر کشور اقدامی سری وقتی است که برای بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی و فرهنگی حقوقی شهروندان چی در این سال و در سالهای میبعده یعنی مساعدت میکند و فکر داریم که نتیجه های با برار را ما نایل میگردیم. وقتی که انسان یا شهروند از حقوق های خود یعنی با خبر می شود و از مضمون و محتوای این یا اون قانون اطلاع پیدا می کند، او علاقه می تواند کردارهای زیدی حقوقی یا زیدی جمعیتی را معین کند و از صادر گردن آنها یعنی کنارجویی کند. در نوبت خود با دانستن حقوقهای خود شهروند یا که انسان در فعالیت زندگی او می تواند یعنی موقع گیر باشد، در صورت پایمال گردیدن حقوق های خود او علاقه می تواند به مقامات صلاحیت داری دولتی از روی موضوع یعنی مراجعه کند. البته یعنی معرفت حقوقی برای تامین عملی همین معرفت حقوقی باید مقامات داخل داری دولتی سهم ارزنده خود را گذارند. برای این پیش از همه کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی میان مردم، میان اهالی براه مانده شود، چه خیلی که هم کسبی موقعیت کردن. حقوق و آزادی انسان در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون ارزش عالی اعتراف گردیده است. باید ما سرکرده از ما کارمندان مقامات حفظ حقوق و آن دیگر نفرانی که حقوق شناس هستند و در مقامات دخلدار دولتی یعنی فعالیت میکنند، میان مردم اوید به همین حقوق های
خودی شهروندان اینچنین اوید با طلبات و معیارهایی که در سندهای معیاری حقوق یعنی قانون ها معین شدن کاروی فرماندهی رو برهمانه. وقتی که انسان دارای شعور و فضیلت حقوقی میگردد و علاقه در زندگی در حیات اجتماعی اقتصادی عموماً در مجموع در زندگی با یگان مشکلی یعنی دچار نمیگردد. در ماده 42 کنسی جمهوری تاجیکستان آمده است که در جمهوری تاجیکستان هر شخص وظیفه‌دار است که کنستیتوسیا دیگر قانون ها را یعنی احترام کند، اینچنین حقوق آزادی انسان و نسبت دیگران احترام داشته باشد. اینچنین قید شده است که ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمیکند. از این رو ما شهروندان باید همه پیوسته جهت تکمیل دادن معرفت حقوقی خود، فرهنگ حقوقی خود باید کوشش بخرجیم برای عملی نمودن هدفهای خودی کشور که خصوصا برای بلند برداشتن خود همین معرفت حقوقی به خود اهالی روانه شده است، باید یک سهم ارزنده خود را گذاریم. وقتی که معرفت حقوقی هست یعنی مردم اهالی شورنیو که حقوقی آنها بلند است، علاقه ما خوب میدونیم که از تجربه هم مشاهده کده ممکن در جمعیت کردارهای زیدی حقوقی زیدی جمعیتی کم میشوند. مردم میدونند حقوقی خود را از طلبات قانون بخبر استند، این علاقه به خودی منفیت دولت است. یعنی امروز نقش معرفت حقوقی برای تامین ولایت قانون، تحکیم قانون و ترتیبات حقوقی یک سهم کلان دارد که باید ما دست جمعانه جهت تربیه حقوقی شهروندان باید سهم خود را گذاشته باشیم. سلامت باشید. اهمیت معرفت حقوقی در تشکل دولت دموکراتی و حقوق بنیاد چگونه است امروز؟ کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که ما شناسنامه ملت نام میبریم، شناسنامه دولت تاجیکستان نام میبریم، برای هر دولتی که استقلالیت دارد، هر دولتی که صاحب اختیار است در جامعه جهانی همچون سوبیکتی کامل حقوق اعتراف کردیده است، باید که کنستیتوسیا داشته باشد. خوشبختانه برای دولت تاجیکستان این حجت همچون حجت سرنوشت ساز برای تاجیکستان، برای خلق و ملت تاجیک مشرف یافت. در ماده یکی همین کنستیتوسیا ما خلق تاجیکستان قبول کردیم که تاجیکستان دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است. یعنی این خصوصیت و یا این ماهیت دولتداری تاجیکستان است و در همین زمینه غنی بودن معرفت حقوق شهروندان و بالا بودن معرفت حقوق شهروندان میتواند که عنصرهای تشکل دهنده ان همین ماهیت دولتداری تاجیکستان را البته بالا ببرد. و این باری اول نیست که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به معرفت یا به بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان تشبث گرفته باشند. چون که ما از تاریخ نچندان دوری یعنی تاریخ دولتداری معاصر تاجیکستان آگاه هستیم. پیشوای معظم ملت وقتی که زمام دولتداری به دست گرفتند، اولین سخنی که پیشنهاد کردن ابراز داشتند گفتند که ما جانبدار دولت دموکراتی و حقوق بنیاد هستیم. علاقه معرفتی حقوقی شهروندان از همین لحظه ها آغاز گردیده است. این یعنی بلند بودن و یا بلند داشتن دانش حقوقی یا غنی بودن شعور حقوقی برای شهروندان یک وسیله خیلی مهم برای اداره کنی دولتی بوده است. زیرا اگر این چیز جای نمی داشت، پس راهبری دولت با این بسیار تلاش ها نمی کردند. بینید که علاقه از وقتی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد تا امروز در همین اسنا زوجات های زیادی دولتی قبول گردید که شهروندان جمهوری تاجیکستان با رعایت قانونگذاری
با دانستن حقوق و آزادی های خودشان که در اساسی کنسی جمهوری تاجکستان به واسطه درج یافته است و آن را خود ما یعنی خلق تاجکستان قبول کردیم که ما راضی هستیم که همین معیارهای کنستیتوسیا حقوق و عهده‌داری وظیفه و آزادی های ما را البته اداره نماید، حفظ نماید و حمایت نماید. از همین نقطه نظر باید قید نمود که برنامه تعلیم و تربیه حقوقی شهروندان جمهوری تاجکستان باری سیوم است که در تحریر نو قبول میگردد، برای سالهای 2020-2030 عمل میکند. برنامه تعلیم بر سوهای حقوق انسان نیز در جمهوری تاجکستان برای تا سال 2026 نیز عمل کرده استفاده است که این نوبت سیوم است در تحریر نو قبول میگردد و یک قطار قرار و فرمان و دیگر امرهای نیز از جانب دولت حکومت تاجکستان صادر گردیده است که امروز با بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان زمینه گذاری میکند. از جمله ما باید قید نماییم که اینجا وقتی که سوال درباره خصوصیت های دولت دموکراتی و حقوق بنیاد میرد، ما شهروندان محترم باید بدانند که یعنی در اداره کنی دولتی ما از روی همین پرینسیپی دموکراتیزم یعنی خلق تاجکستان به واسطه و با واسطه شرکت می‌ورزد. یعنی به واسطه خلق تاجکستان چگونه شرکت می‌ورزد؟ ما امروز طبق قانون‌گذاری، طبق کنستیتوسیای تاجکستان، هنگام قبول کنستیتوسیا، هنگام وارد کردن تغییرات و اضافات به کنستیتوسیای جمهوری تاجکستان، به واسطه در رای پرسی و انتخابات اشتراک میکنیم، برای انتخاب وکیلان، برای انتخاب رهبری دولت، یعنی در انتخابات به واسطه اشتراک میکنیم و به واسطه وکیلانی که ما انتخاب میکنیم در مقام عالی نمایندگی قانون ها را نیز قبول میکنند، در جریان قبول قانونگذاری شرکت میبرزند، یعنی از نام خلق تاجکستان است، یعنی نماینده ما یا شما در پارلمان کشور برای حفظ و حمایت حقوق آزادی های ما در اساس قانونگذاری کشور اشتراک میکنند که همین است اشتراک خلق تاجکستان در اداره کنی دولتی جمهوری تاجکستان. و از روی اگر خصوصیت های دولتی حقوق بنیاد گیریم، اینجا چنانه که هم صحبتی موقع کردن که یعنی در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجکستان حقوق و آزادی های انسان و شهروند کفالت داده شده است. همین کفالت دادن حقوق و آزادی های انسان و شهروند در اساس قانون اساسی کشور کنستیتوسیا، این علاقه یکی از خصوصیت های دولتی حقوق بنیاد است. و شهروندان جمهوری تاجکستان اگر خردترین مناسبت خود را به دولت، مناسبت خود را به جامعه که امروز من فکر میکنم نیست مناسبتی که قانونگذاری جمهوری تاجکستان به تنظیم ندارآورده باشد، یعنی تمامی مناسبت های جمعیتی در اساس قانونگذاری کشور تنظیم خود را یافته است. اگر همین خردترین عمل خود را در اساس قانون، با دانستن قانون، با بلند بودن شعور حقوقی و معرفت حقوقی خود اگر عملی میکند، پس این میتواند یکی از ارزش های باشد که با تشکل دولت حقوق بنیاد هر شهروند سهم گذاشته باشد. برای مثال ما میتوانیم یک چند حالت ها را نیز اینجا آورده باشیم. مثلا ما برای تنظیم مناسبت های جمعیتی وابسته به عادت و انعنه های خلق تاجکستان، شهروندان جمهوری تاجکستان، قانون ملی قبول کردیم. قانونی قبول کردیم که عادت و انعنه های شهروندان جمهوری تاجکستان رو در حدود جمهوری تاجکستان به تنظیم می‌دارد. قانون جمهوری تاجکستان درباره تنظیم جشن و مراسم ها، واقعا هم همین قانون توانست که یک چند حالت هایی رو که مثلا خرافاتی بودند برای مردم تاجکستان، برای خلق تاجکستان بیگانه بودند، همین چیز عملی کرده می شد. وقتی که این قانون این عادت و انعنه ها را به تنظیم در آورد و این را آشکار ساخت که اکثر چیزهایی هست که برای ما بیگانه است و همین چیز عمل کردنش می تواند که با پیش از همه خرافاتی باشد، یعنی با خود دانش ما، به خود مفکوره ما، به ارزش های ملی ما خطر داشته باشد و از جانب دیگر به بودجه آیله ما و در اساس در عموم به بودجه دولت نیز یا تاثیر منفی رسانیده باشد.
مخصوصا وقتی که شخص میفوتد یک طبق قانونگذاری مدنی جمهوری تاجیکستان یگانه آن حقوقی که دارد به وارثان قانونی او میگذرد همان حقوقی اموالی است و آن حقوقی دیگری که مثلا در بالای این شخصی فوتیده قرض و یا دیگر چیزی وارد باشد وارثان قانونی او میتوانند همین حقوقی آن را بعد فوتیدنش از حساب مالکیتی داشته اش با آن رساند و مالکیت او را همچون وارث قانونی قبول کند. هدف های دولت و حکومت در بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان را شما چگونه اظهار میکنید؟ پیش از همه همین را ذکر کردنی هستم که دولت همچون تشکیلات سیاسی در جامعه توسط فعالیت مقامات های گوناگون ادارکنی عمومی تمام ساحه های حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عملی میکند و وظیفه و هدف های دولت پیش از همه در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و دیگر حجت های استراتژی انعکاس خود را یافتند و در پس منظر معرفت حقوقی باشد. پیش از همه هدف از اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی و براه ماندن آن نقشه چوربینی هایی که امروز در تمام حدود جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود، کارهای تشویقاتی در ترغیباتی برگزار نمودن چوربینی های اطلاعاتی حقوقی، نشر مقاله ها و دیگر چیزهایی که این آورده می رساند و بلند برداشتن معرفت حقوقی در آن ظاهر می گردد که امروز شهروندان در جمهوری تاجیکستان باید که سطح ضروری شعورناکی حقوقشون باید بلند برداشته شود. چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند پیشرفت دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی این وابستگی دارد از معرفت حقوقی شهروندان. به همین خاطر دولت در این سمت علاقه عملکردهای مختلف را براه مانده است. یکی از آنها را ما به طریق مثال میتوانیم آورد که در زمان استقلالیت در جمهوری تاجیکستان در نزد وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان یک مؤسسه تأسیس یافت که این برسانیدن یوری حقوقی رایگان روانه کرده شد، یعنی فعالیت این مؤسسه به همین سمت روانه کرده شد. یکی از وسیله ها، یکی از آن اقدام هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفت توسط رسانیدن یوری حقوقی این بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و خوشبختانه سال 2015 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز یوری حقوقی در نزد وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. البته زمینه های قانونی این نمودی فعالیت این پیش از همه از کنستیتوسیا آغاز گردید که در ماده 19 کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان آورده شده است که هر شهروند می تواند که از یوری ادوکات استفاده نماید و در ماده 90 کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان باشد آورده شده است که در تمام دوره تفتیشات پیشکی و در تمام دوره مرافعه سودی به شخص یوری حقوقی کفالت داده می شود، یعنی که از جانب دولت باید که یوری حقوقی کفالت داده شود. و بعدا در دایره برنامه اصلاحات سودی حقوقی که برای دوره 2015-2017 قبول گردید در اونجا پیش بینی گردید که باید که یک سند مخصوص در سمت رسانیدن یوری حقوقی باید که تهیه و قبول کرده شود و خوشبختانه سال 2015 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان کنسپسیه رسانیدن یوری حقوقی رایگان در جمهوری تاجیکستان قبول گردید و در زمینه ان همین کنسپسیه یک نظام نوی یوری حقوقی جمهوری تاجیکستان که این روانه گردیدگی بود بر همون خشت آسیب پذیری اهالی راه اندازی گردید. در نتیجه عملی نمودن این کنسپسیه و به دست آوردن آن نتیجه هایی که به دست آوردیم ضرور شمریده شد که در این سمت قانون الهیده هم قبول کرده شود و خوشبختانه سال 2020 قانون جمهوری تاجیکستان درباره یوری حقوقی قبول گردید و امروز مؤسسه دولتی مرکز یوری حقوقی در اساس همین سندهای قانونگذاری فعالیت نموده در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی سهم گذاشته ایستاده است. مثلا بینیم که امروز مؤسسه دولتی مرکز یوری حقوقی توانست که در دوام همین فعالیت با زیاده از 120 هزار شهروند یوری حقوقی رساند و البته وقتی که اون نفری که مراجعت میکند با اون حقوقش فهمانده می شود و در دایره موضوعی که مطرح کردگی است علاقه و دانش حقوقش بلند برداشته می شود.
باغاز از اونی که این یوری حقوقی توسط مراجعاتی که اونها میکنن رسانیده میشود، این چونی در میانی جمعه چورابینی های اطلاعاتی حقوقی زیاد برگزار کرده میشود که در اونجا شهروندان اشتراک کرده از حقوق های خود بخبر میگردند. و خوشبختانه دو سال اخیر هست که این چونین یک اقدامی نقض رو وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان پیش گرفت. این توسط میکروافتوبوس های مخصوص در منطقه های دوردست برای دسترسی بودن یوری حقوقی، یوری حقوقی سیار رو تشکیل نمود که امروز در آن شهرک و دهات هایی که از مرکز دور هستند در آنجا یوری حقوقی سیار تشکیل کرده شده و به آنها آن مشکلی که دارن شهروندان مراجعه کرده یوری حقوقی میگیرند. اکو این مثال ها برای آن است که بینید که محترم جناب عالی ذکر کردند که پیشرفت جامعه همون وقت به دست می آید که اگر که رفتار حقوقی به عادت هر یکی ما تبدیل یابد. در اینجا چی در نظر داشته می شود؟ یکم که یوری معرفت حقوقی این به فکر من که دو پهلو دارد. یکم این است که شهروندان باید که حقوق هایی که هست اون حقوق را دانند، وظیفه ها و عهده‌داری هایی که هست از اون باید بخبر باشند. و دیگر طرف مثلا این است که اون نفری که حقوق هم میداند باید که در عملی نمودنی آن همون باید که کوشش نماید. بینید که در اساس کانستیتوشن، چون کانستیتوشن جمهوری تاجیکستان این سند می باشد که لگیتیمیتاسی تمام می سوها ها هم حکومت سیاسی هم دیگر مقامات دولتی هم اعلان اعتراف نمودن ارزش عالی حقوق انسان هم این چیزا در خود همین کانستیتوشن تجسم گشتگی است. سرول باید ان همین کانستیتوشن را موقعیتا باید شهروندان دانند. امروز به اندیشه شما معرفت حقوقی شهروندان در کدام سطح قرار دارد؟ از روی تحلیل و جنبستی همین برنامه هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی قبول کرده شده است، نتیجه های آن نشان می دهد که سال از سال سطح همین تربیه حقوقی شهروندان یعنی معرفت حقوقی شهروندان رو به بالا رفته ایستاده است و این اقدامی که امروز از جانب محترم رهبری دولت اوید اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی با یک همه ما رو وادار می سازد که جهت باز هم بلند برداشتن همی سطح معرفت حقوقی شهروندان، فرهنگ حقوقی شهروندان باید تمامی تلاش و کوشش و خرج خود رو روانه سازیم. مقصد اساسی چه خیلی که قید کردن خودی همین داشتن شعور حقوقی یا اینکه گوییم که شخص دارای معرفت حقوقی است، ما می توانیم اون رو چه خیلی در اینجا قید کردن همچون ارزش های ملی، ارزش های عالی نیز ما می توانیم بینابد گیریم، زیرا اگر شخص دارای یعنی معرفت حقوقی است علاقه از روی تجربه کشورهای ترقی کرده مند جهان به ما معلوم است که در اون کشوری که والیت قانون یا که تحکیم قانون ترتیبات حقوقی جاری است، همه قانون از معیارهای قانون با خبر هستند، یعنی معیارهای عهده‌داری کننده قانون را رعایت میکنند، علاقه او کشور رو به ترقی است. ما هم امیدوار هستیم که از روی انمی برنامه هایی که در از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای تربیه حقوقی شهروندان قبول گردیده است و در دایره سال معرفت حقوقی یعنی اعلان گردن سال 2024 امیدوار هستیم که سطح حقوقی یعنی معرفت یعنی حقوقی شهروندان در آینده نیز باز از این بالاتر می‌گردد و برای پیشرفت خود جامعه، برای آبادی همین کشور ما یک سهم یا که مساعدت خود را می‌رساند. برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان چی باید کرد؟ امروز چنانه که آن تلاش ها و آن واسطه هایی که برای بلند برداشتن یا عملی کردن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای اجرای انامین سال معرفت حقوقی معین نمود که امروز در جامعه کارهای خیلی زیادی را کردن ضرورت دارد که معرفت حقوقی اهالی بلند برداشته شود، زیرا در جامعه امروز قشری فعال و قشری غیر فعال زندگی میکند که اصلا ما
بیشتر به قشر فعال جامعه انا همین چیزها را میرسانیم توسط براهماندن صحبت و بخوری ها، توسط کارهای ترغیباتی و تشویقاتی و یک قطار چرابینی های بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان. و می سازد که انا همین قشر فعال هر آن چیزی که به خود میگیرند به قشر غیر فعال، آنهایی که به نگاه و بین طفل در خانه مشغول هستند، آنهایی که در صحرا با مثلا زمین با کشت و کار مشغول هستند، به آنها رسانیده باشند. زیرا که شخص هر حرکتی که میکند همان حرکت او اگر خوب باشد پس این معرفت حقوقی است، اگر بد باشد پس ویران کردن یکی از معیارهای قانونگذاری است که اگر آگاه باشد پس میتواند که معرفت حقوقی را ما در همین زمینه بلند برداشته باشیم. از همین نقطه نظر راههای بلند برداشتن معرفت حقوقی با واسطه و به واسطه میشود. با واسطه ما به قشر فعال جامعه میرسانیم و خود قشر فعال جامعه به قشر غیر فعال جامعه میرساند و در همین زمینه ما میتوانیم معرفت حقوقی اهالی را تا رفت بلند برداریم. من فکر میکنم که امروز جامعه ما در استفاده انا همون شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستند و در از همین واسطه ما استفاده برده میتوانیم و در اون جای خالیگی که هست دیگر معلومات هایی که هست در اونجا بسیار معلومات های حقوقی پیشنهاد نماییم و نفرانی که از این چیز بسیار استفاده میبرند با آنها یک معلومات حقوقی داده توانیم. چون که یک مشکلی در یک چیز است که باید که قانونگذاری با اون شهروندهایی که تا اون اندازه مضمون و ماهیت قانونگذاری در کردن نمیتونم باید کاری کرد که با آنها ماهیت آن همین قانونگذاری ساده فهمو باید که رسان. از این چیز هم میتونیم استفاده بریم و دیگر وسیله هایی که اینجا هست خیلی امروز ما میبینیم که هم وسایل اخباری اوما فعال هستند، دیگر چورا بینی هستند. اگر که دست جمعونه هم مقامات دولتی هم جمعه شهروندی اگر که کوشش نماییم این سال و میم بعد اگر همین اقدام را ادامه دیم البته که سطح شعورناکی و معرفت حقوقی اولی بلند برداشته می شود. خب سلامت باشید. بینندگان ارجمند، این بود برنامه نوبتی رابطه که بخشیده به سال 2024 اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی ما صحبت داشتیم با کارمندان وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و پروکراتوره جنرالی جمهوری تاجیکستان منظور شما گرداندیم. برای دعوت ما رو پذیرفتن و صحبت بسیار پر محتوا به شما اظهار تشکر میکنم. سلامت باشید. تا برنامه های من بعده در ارتفاع سعادت بمانید.